مونترال چار الاهلی یک در اکادمی جام باشگاه‌های جهان. آنچلوتی: باید به الهلال احترام زیادی بگذاریم. سناریوی آخر زمان در انتظار منچستر سیتی: آنوین پاس گرفته می شوند، پپ و ستاره‌ها می روند. منچستر مثل پی اس جی: شاتن سرخ در اختیار قطری ها. هشدار به بارسا: تعلل ممنوع، بارمونیخ در کمین گاویست. تکذیب شد، کورتوا تحت هیچ شرایطی به مراکش نمی رود. پارز سلام و خوش آمدید، لایک این ویدیو برای شما بی هزینه و برای ما با ارزش است. برای دریافت ویدیوهای بیشتر هم کانال ما را سابسکرایب کنید. ممنون از محبت شما. منچستر یونایتد 2 لیدز 2، شیاطین سرخ دیر بیدار شدند. منچستر یونایتد در دیدار خانگی مقابل لیدز با تساوی 2-2 رضایت داد. شاگردان اریک تن هاگ در این دیدار ابتدا با دو گل از حریف عقب افتادند، اما در ادامه موفق شدند دو گل خورده را جبران کنند و از این دیدار خانگی با یک امتیاز برسند. مارسی 2 پی اس جی 1، حذف زود هنگام کهکشانی ها در ولودروم. مسی، مبپه و نیمار نتوانستند کاری از پیش ببرند. تیم فوتبال پاریس سن ژرمن با شکست 2-1 مقابل مارسی خیلی زود از دور رقابت های جام حذفی فرانسه کنار رفت. در دیدار حساس و فوق‌العاده مهم از مرحله یک‌هشتمی‌های های جام حذفی فرانسه، مارسی در استادیوم ولودروم میزبان تیم قدرتمند پاریس سن ژرمن بود و در نهایت توانست با نتیجه 2-1 از صدین تیم عبور کرده و راهی مرحله بعدی شود. رئال 4 الاهلی 1 در اکادمی جام باشگاه‌های جهان. پیروزی قاطع رئال برای رسیدن به فینال جام باشگاه‌های جهان. رئال مادرید با کسب برتری 4-1 برابر الاهلی مصر به فینال جام باشگاه‌های جهان راه پیدا کرد. روز چهارشنبه رئال مادرید به عنوان قهرمان اروپا بالاخره وارد مسابقات جام باشگاه‌های جهان شد و در مرحله نیمه نهایی برابر الاهلی مصر قرار گرفت. دیداری که برخلاف تصور با نمایش خوب نماینده آفریقا آغاز شد و الاهلی موقعیت‌های خوبی برای گلزنی بعد دست آورد که توسط محمد شریف، البته حسین شهات از بین رفت و درخشش لونین گلر رئال مانی از فروپاشی دروازه این تیم بود. عربستان میخواهد میزبانی جام جهانی را بخرد. نشریه پولیتیکو میگوید عربستان سعودی تلاش مخفیانه را آغاز کرده است تا با پرداخت مبالغ قابل توجه موافقت یونان را با اضافه شدن این کشور با نامزدی مشترک برای جام جهانی 2030 به دست بیاورد. عربستان سعودی مدتی است برنامه ای را برای میزبانی رقابت های مهم فوتبال در دستور کار قرار داده است. امروز در اروپا نشریه پولیتیکو گزارش جنجالی منتشر کرد که مدعی سعودی ها با دو کشور یونان و مصر که قصد دارند مشترکان برای میزبانی جام جهانی 2030 پیشنهاد بدهند، اعلام کرده حاضر است هزینه ساخت استادیوم های جدید در این دو کشور را بپردازد تا در بدل بتواند به همراه آنها نامزد مشترک تورنمنت شود. بر اساس این گزارش، عربستان به یونان و مصر اطلاع داده همه هزینه ساخت و ساز استادیوم های این دو کشور را پرداخت خواهد کرد و انتظار دارد بعد از کسب میزبانی دست کم 3/4 بازی های جام جهانی در این کشور برگزار شود. پولیتیکو میگوید این پیشنهاد عجیب و غریبی که برای سعودی ها چند میلیارد یورو هزینه خواهد داشت در گفتگوی مخفیانه بین محمد بن سلمان ولیعهد این کشور و کریاکس میتسوتاکس نخست وزیر یونان مطرح شده است. این رسانه مده است منبع خبری اش یک از مقامات عالی رتبه این کشور هاست و زمان این گفتگو تابستان 2022 بوده است. تکذیب شد، کورتوا تحت هیچ شرایطی به مراکش نمی رود. برخلاف شایعات، در صورت صعود رئال مادرید به فینال جام باشگاه جهان، تیبو کورتوا به مراکش سفر نخواهد کرد و آنچلوتی تیمش را تا پایان تورنمنت بدونی به میدان میفرستد. رئال مادرید امشب در مرحله نیمه نهایی جام باشگاه جهان در مراکش با مصاف الاهلی مصر رفت. تیبو کورتوا دروازه‌بان بلژیکی رئال مادرید به دلیل آسیب دیدگی عضله ایرانی پا از فهرست بازیکنان برای سفر به مراکش خط خورد، ولی برخی شایعات در اسپانیا حاکی از این بود که در صورت پیروزی رئال در بازی امشب و صعود به فینال، کورتوا به مراکش خواهد رفت تا تیمش را در فینال همراهی کند. اما روزنامه مارکا اعلام کرد این شایعات تکذیب شده است و کورتوا در هر شرایطی در مادرید خواهد ماند تا سیدودگی از آلانیش به صورت کامل برطرف شود. رئال مادرید در نیمه دوم فبروری و ماه مارچ بازی های متراکم و دشواری پیش رو دارد و آنچلوتی حاضر نیست ریس کند و دروازه‌بان اصلیش را از دست بدهد.
اگر همه چیز خوب پیش بره و اولین بازی کورتوا برای رئال روز 18 فوریه یعنی 10 روز دیگر مقابل اوساسونا خواهد بود. لاس بلانکوس 3 روز بعد از آن راهی آنفیلد می شود تا در لیگ قهرمانان با لیورپول دیدار کند. این یک از مهمترین بازی های فصل برای شاگردان آنچلوتی به حساب می آید و رئال امیدوار است سنگربان بلژیکیش را در آدیدار در اختیار داشته باشد. گریه فاتی از ناراحتی پس از فینال سوپر جام اسپانیا. آنسو فاتی از اینکه در فینال سوپر جام اسپانیا برابر رئال در دقایق پایانی به زمین رفت به قدر غمگین بود که در رختکن بغضش شکست. آنسو فاتی به تدریج در حال نامه شدن از بارسلونا است و حالا بیشتر از قبل به جدایی فکر می کند. فاتی که در دو سه سال اخیر با چند مصدومیت شدید روبرو شده و به همین دلیل هنوز نتوانسته به فرم خوب برگردد، معتقد است جاوی به او اعتماد لازم را ندارد و برای بازگشت به فرم خوب باید چند بازی متوالی در ترکیب ثابت باشد، اما این فرصت نصیب او نمی شود. جاوی اخیرا در پاسخ به شایعه پیشنهاد یونایتد به فاتی با قطعیت گفت که به فاتی اطمینان دارد و او از بارسا تکان نمی خورد، ولی طبق دای اسپورت فاتی آینده خود در بارسا را مبهم می بیند. داریو مونترو خبرنگار نزدیک به بارسلونا شب گذشته در برنامه الچنگ تو فاش ساخت که فاتی پس از فینال سوپر جام اسپانیا تصمیم به جدایی گرفته و میخواهد در پایان فصل از بارسا برود مگر اینکه شرایطش تغییر کند. فاتی در فینال برابر رئال در دقیقه 89 به جای گاوی وارد زمین شد و از این اتفاق به قدر ناراحت بود که در رختکن بغض شکست و گریه کرد. منچستر مثل پی اس جی، شیاطین سرخ در اختیار قطری ها. یک گروه سرمایه‌گذاری قطری چند روز آینده برای خرید منچستر یونایتد پیشنهاد خواهند داد و مطمئن است که هر رقیبی را در این راه شکست خواهند داد. طبق گزارش اسپورت میل، آنها میخوان یک فوق ستاره بزرگ را در تابستان برکتنها کدیه بدهند. سرمایه‌گذاری قطری ها در حال برنامه ریزی برای صاحب مالکیت منچستر یونایتد هستند و میخوان با حمایت مالی خود باشگاه را به اوج برگردانند. منابع معتبر فاش کردند که گروهی از افراد ثروتمند و بلندپایه قطری چشمشان را به باشگاه دوختند که آن را جواهر و تاج فوتبال میدانند. آنها در روزهای آینده و پیش از اتمام موعد مقرر در اواسط فوریه که توسط گلزارها تعیین شده است، پیشنهادی برای خرید مالکیت یونایتد ارائه خواهند کرد و مطمئن هستند که پیشنهاد آنها رقبه را محو خواهد کرد. مالکان یونایتد به دنبال بیش از 6 میلیارد پوند برای فروش باشگاه هستند. یک از موانع احتمالی مالکیت شرکت سرمایه‌گذاری ورزشی قطر بر پاری سن ژرمن هست. یک نهاد نمیتواند مالک دو باشگاه در یک تورنمنت باشد و یونایتد و پاری سن ژرمن میتوانند در رقابت‌های اروپایی با هم روبرو شوند. البته پیشنهاد برای خرید یونایتد از سوی سرمایه‌گذاران جداگانه قطری را خواهند شد. هیچ علاقه‌ای به گرفتن سهام جزئی وجود ندارد و تنها در مورد خرید تمام و کمال بحث می‌شود. سناریوی آخر زمان در انتظار منچستر سیتی. عناوین پس گرفته می شوند. پپ و ستاره‌ها می روند. اتهامات وارد شده به سیتی و محرومیت هایی که در انتظار آنهاست ممکن است آسیب جبران ناپذیر به این باشگاه وارد کند. لیگ برتر روز دوشنبه اعلام کرد که منچستر سیتی بیش از 100 مورد تخلف در فاصله سالهای 2009 تا 2018 در زمینه اقدامات مالی انجام داده و قرار است کمیته مستقل این موضوع را بررسی کند. اگر سیتی در این زمینه مقصر شناخته شود، این احتمال وجود دارد که بعد از پایین تر سقوط کند. جام های این باشگاه از آنها گرفته شود و مجبور به پرداخت جریمه مالی سنگین هم باشد. این در حالی است که مدیران این باشگاه مدعی شدند که مدارک لازم برای اثبات بیگناهیشان را در اختیار دارند و قصد دارند یک بار برای همیشه به این موضوع و حواشی آن خاتمه دهند. با این حال کارشناسان و افرادی که با این شرایط آشنایی دارند معتقد هستند که سیتی نمیتواند از دفاعیه ها و روش های سابقش که توانست با آنها یوفا را در نبرد قانونی در سال 2020 شکست دهد استفاده کند. پل هرس خبرنگار تایمز نیز معتقد است که بالاخره آخر زمان برای سیتی فرا رسیده و همچنین میگوید که گواردیولا و بسیار از ستاره سیتی بدون شک این باشگاه را در انتهای فصل و در صورت اثبات اتهامات آنها ترک خواهند کرد. آنچلوتی: باید به الهلال احترام زیادی بگذاریم. کارلو آنچلوتی سرمربی رئال مادرید بعد از صعود تیمش به فینال جام باشگاه‌های جهان الهلال عربستان حریفش در دیدار نهایی را تحسین کرد. رئال مادرید امشب در دیدار نیمه نهایی مقابل الاهلی مصر قرار گرفت و با گل‌های وینیسیوس، فد والورده، رودیگو و سرخی آریباس 4-1 به برتری رسید. ضمن اینکه لوکا مودریچ هم یک ضربه پنالتی را از دست داد. آنچلوتی در پایان بازی به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. بازگشت بنزما و ادر میلیتائو: آنها کاملا بهبود پیدا نکردند. شرایط کریم خوب است اما در مورد میلیتائو تردیدهای بیشتری وجود دارد. آنها روز جمعه تمرین می‌کنند و باید ببینم چه اتفاقی رخ می‌دهد.
عمل کرده آریباز. این مسئله بسیار مهمه برای ماست. اکادمی جوانان باید جدی تر گرفته شوند. اما در رئال مادرید سطح بازیکنان بسیار بالاست و به همین دلیل به بازیکنان جوان با آسانی بازی نمیرسد. شکست فلامینگو مقابل الهلال. انتظار نداشت فلامینگو شکست بخورد، اما الهلال نشان داد که بازیکنان خوبی دارد و میدانند که چطور خوب فوتبال بازی کنند. باید با آنها احترام زیادی گذاشت.